افزایش میزان خرج بخش دولتی و بالا رفتن حجم مصرف داخلی موجب شده رشد اقتصادی آلمان صاحب برترین اقتصاد حوزه پولی یورو در سال 2016 به بالاترین حد خود طی 5 سال اخیر برسد بر اساس آمارها رشد تولید ناخالص داخلی آلمان به رقم 1.9 درصد رسیده که نسبت به میانگین حوزه پولی یورو دهم دو درصد بالاتر است در این زمان رشد برترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا 1.6 درصد گزارش شده است آلمان در سال 2016 در زمینه مازاد بود بودجه به رکورد رسیده است مازاد بودجه این کشور برقم به رقم 23 میلیارد و 700 میلیون یورو رسیده که از سال 1990 بی سابقه گزارش شده است این مازاد بودجه به صندوق ویژه واریز خواهد شد اعتبارات این صندوق برای پاسخگویی به مایحتاج اولیه پناهجویان از جمله مسکن آنها صرف خواهد شد این مازاد بودجه فدرال است باید ارقام مربوط به بیمه های بیکاری و بازنشستگی را لحاظ کرد همچنین با مسئله ایالات آلمان و نهادهای محلی روبرو رو هستیم بنابراین زمانی که به کل بودجه فدرال نگاهی میاندازیم میبینیم که ناچیز است افزایش میزان مالیات بر درآمد و کاهش نرخ بیکاری عوامل افزایش مازاد بودجه آلمان معرفی شدند. وزارت دارایی آلمان پیش بینی کرده روند رو به اقتصادی این کشور در سال 2017 ادامه داشته باشد رئیس بانک مرکزی آلمان میگوید دلیل قوت داشتن بونیه اقتصادی آلمان را باید در استفاده صحیح از ظرفیت های تولیدی که میانگینی بالاتر از حوزه پولی یورو دارد جستجو کرد با این وجود مؤسسه آلمانی مطالعات اقتصادی و بازار به نام JFK اف مراتب نگرانی خود را نسبت به افزایش نرخ تورم در کشور و تبعاتی که اعمال سیاست های اقتصادی حمایتگرایی دونالد ترامپ بر اقتصاد آلمان دارد اعلام کرده است کارشناس این مؤسسه میگوید "پروتکشنیسم، سیاست های اقتصادی می تواند برای کسانی که در بخش صادرات فعالیت دارند مشکل ساز باشد و تردید ایجاد کند برخی افراد نسبت به امنیت شغلی خود نگران تر خواهند شد بخش صادرات همواره به عنوان موتور اقتصادی آلمان معرفی می شد. اکنون بالا رفتن مصرف داخلی و مخارج دولتی وابستگی کشور به فعالیت های بخش صادرات را پایین آورده است